عناوین اصلی: تشکیل شورای امنیت ملی، خامنه‌ای فرمان شلیک و بی‌رحمی صادر کرد. فشار نیروهای امنیتی رژیم برای دستگیری یک روزنامه‌نگار دیگر. و اسلحه کشی یک آخوند در وسط مسابقه فوتبال. به کیوسک خوش آمدید. مردم شهرهای مختلف خوزستان جمعه شب برای دومین شب پیاپی در اعتراض به بی‌آبی و طرح‌های حکومتی برای انتقال آب خوزستان و واداشتن مردم این استان به مهاجرت اجباری تظاهرات کردند. مقام‌های محلی کشته شدن دست کم یک جوان در جریان اعتراض‌ها در شادگان را تایید کردند. با ادامه اعتراضات در شهرهای خوزستان برای دومین شب، ستاد مدیریت بحران این استان جمعه شب تشکیل جلسه داد. بنابر خبری تایید شده از سایت آواتوده، جلسه شورای امنیت ملی هم دو شب پیش با حضور فرماندهان نظامی و رئیس سه قوه در بیت رهبری تشکیل شده و در آن خامنه ای خواستار بیرحمی و برخورد قاطع با مردم این شهرها شده است. خامنه ای هشدار داده است که نیروهای نظامی مراقب بدنه خود باشند، زیرا بدنه نظامی سپاه و ارتش با مردم هستند. روز گذشته خبرهای مختلفی از پیوستن نیروهای ناجا به مردم و نیز همراهی آنها با مردم گزارش شده و نگرانی وسیعی را در بین نیروهای امنیتی ایجاد کرده است. در حالی که نیروهای سپاه و بسیج بی‌محابا به مردم تیراندازی می‌کنند، سربازان و افسران ناجا دست به اسلحه نبردند. همزمان رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در جلسه مدیریت بحران این استان گفت انتقال آب موجب شده است خوزستان به این روز بیفتد. او افزود اکنون امنیت خوزستان به دلیل خطاهای انسانی و تصمیمات نابجا به مخاطره افتاده است. از سوی دیگر قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان جمعه شب در جلسه ستاد مدیریت بحران گفت که دستور تهیه طرحی برای مهار بحران بی‌آبی این استان صادر شده و قرار است به زودی بحران بی‌آبی خوزستان در جلسه سران سه قوه بررسی شود. دیروز هم گفتگوی تلفنی استاندار خوزستان با المیرا شریفی مقدم، مجری شبکه خبر پیرامون بحران بی‌آبی در خوزستان، منجر به درگیری لفظی شد. الان خود هموطنانمون آب آشامیدنی ندارن. بگین چند تا منطقه در خوزستان یا چند تا روستا در شمال جنوب خوزستان الان دچار بی‌آبی هستن؟ همین الان که داریم صحبت می‌کنیم، قبل از تنش آبی در اینجا تعداد زیاد روستاهای ما با تانکر آب رسانی می‌شد یا آب گیره‌بندی داشتن. روز 700 بالای 700 روستا الان ما قبل تنش آبی قبلا و حالا هم تنش آبی دارن به چند دسته تقسیم کردیم. یک اونایی که واقعا اصلا آب ندارن با تانکر آب رسانی میشد، کمایی که قبل از خشکسالی هم همینطور بود. خب دوم اونایی که پروژه هاشون به اصطلاح در حال اتمامه اعتبار زیاد بودشه که تمام بشن. سوم اون پروژه هایی که نقایص جزئی داشتن، مثلا احتمالا لوله میخواستن کمی حدود 2000-3000 لوله میخواستن یا سیستم ترانس می‌خواستن، اینا هم سازماندهی کردیم که پس از دیگری داره به سرعت انجام میشه. ولی یعنی 700 تا روستا میگین حالا تا قبل همین تنش آبی اخیر 700 تا روستا لوله کشی آب نداره؟ نه، لوله کشی آب داشتن، تنش آبی داشتن. نه گفتین تا قبل تن لوله فرسوده بودن، لوله بعضیش قد بودن، بعضیش چا آبش پایین رفته بود. گفتین تا قبل تنش آبی 700 تا روستا بازم با تانکر آب رسانی شد و دولت هم کارهای بزرگی کرد. الان هم قسمت مهمی از پروژه ها کار بزرگ تا چرا آخر شده این اگه کار بزرگ بوده؟ اگه خود شما میخواید صحبت کنید من چی نگم؟ شما یه لحظه صحبت من رو قطع میکنید، من نمیدونم چی میگم. خب برای اینکه آقا ببینیم، ما داریم میپرسیم که الان چرا مردم آب ندارن. این که حالا کارهای بزرگ اگه انجام شده خب پکو نتیجهش بفرمایید آقا. یه دقیقه جنبندی کنید لطفا. بفرمایید. جنبندی من اینه که ما تنش آبی آب شور را به سرعت سازماندهی کردیم برطرف بشه و آب کشاورزی هم داریم سازماندهی میکنیم، آب زیادتر راه میکنیم، همکاری میکنیم با خود کشاورزان، با خود مردم که بشینیم بهترین شکلی با نظر خودشو توضیح بکنیم، تقسیم بکنیم.
آب این روستاهایی که الان دوچار کم آبی هستن اگر لوله کشی دارن کی وصل میشه؟ اگر با تانکر داره آب رسانی میشه کی قراره که تانکر آب بهشون برسه؟ کدوم روستا شما زحمت شما؟ آقا شما آمار دادین 700 تا روستا، بعد اون گفتین 1000 خورده روستا آب نداره، بعد از من میپرسین کدوم روستا؟ برنامه ما روستای جنگ شما بفرمایید کدوم هستن تا من بگم. خیلی ممنون آقای سلیمانی دشتکی استاندار محترم خوزستان، با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون، خداحافظتون. این نحوه پاسخگویی یه استانداره که میگی مردم آب ندارن، از کارهای بزرگ صحبت میکنن، کارهای بزرگی که اگه نتیجه داده بود خب چرا آب ندارن؟ به همین قسم. امید صبری‌پور سرپرست فرمانداری شادگان کشته شدن یک جوان در اعتراضات شامگاه جمعه را تایید کرد، اما آن را به اختشاشگران نسبت داد. او روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت افراد اختشاشگر به قصد تحریک مردم اقدام به تیراندازی هوایی کردند که یکی از این تیرها به فردی که در صحنه حضور داشت اصابت و منجر به فوت وی شد. گزارش‌هایی نیز از مجروح شدن شماری از شهروندان بر اثر شلیک گاز اشک‌آور به سوی آنها منتشر شده است. دومین شب اعتراض‌های خوزستان در شهرهای حمیدیه، ماهشهر، سوسنگرد، شوش، شادگان و شمار دیگری از شهرهای این استان صورت گرفته است. جمعی از مردم شهرهای رفیع و هویزه نیز شامگاه جمعه به این اعتراضات پیوستند. معترضان در سوسنگرد که برای دومین شب در اعتراض به بیابی و سوء مدیریت به خیابان‌ها آمده بودند، از جمله شعار هیهات من ذله، محال از تن به ذلت دهیم و نه به کوچه اجباری سر دادند. در ویدیوی ارسال شده به ایران اینترنشنال، یکی از شهروندان روی تصاویر تظاهرات جمعه شب مردم در این شهر خطاب به استاندار خوزستان گفت آقای استاندار که میگفتی تظاهرات نیست، تظاهرات را ببین. ویدیوهای مشابه نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. اشاره معترضان به سخنان روز جمعه قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان است که ویدیوهای اولین شب پنج شنبه شب اعتراضهای مردم شهرهای مختلف این استان را جعلی خوانده و گفته بود به دنبال تحریک مردم هستند و تصاویری جعلی منتشر می کنند. مثلا در خرمشهر و سوسنگرد اعتراضی رخ نداد، اما کلیپ هایی مربوط به گذشته منتشر می شود. مردم هویزه نیز جمعه شب با تظاهرات خیابانی به اعتراضات دیگر شهرهای خوزستان به بیابی و طرحهای انتقال آب پیوستند و با تجمع در میدان این شهر به سر دادن شعارهای اعتراضی پرداختند. جمعی از مردم شهر رفیع نیز جمعه شب به اعتراضات شبانه به بیابی پیوستند و در خیابان‌های این شهر تظاهرات کردند. معترضان در دومین شب اعتراضات به بیابی خوزستان برخی از جاده‌ها و راه‌های این استان را بستند. از جمله جمعی از مردم معترض عصر و شامگاه جمعه جاده اهواز شوش را در محدوده منطقه سید عباس با آتش زدن لاستیک بستند. منابع محلی گزارش کردند که نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان بسته شدن جاده اهواز شوش به سوی مردم معترض در این منطقه گاز اشک‌آور و گلوله شلیک کردند. گروهی از مردم معترض نیز شامگاه جمعه در اعتراض به بیابی جاده کوته عبدالله به اهواز را بستند. جمعی از مردم و جوانان نیز در مناطق دیگری از اهواز جمعه شب در اعتراض به بیابی تظاهرات کردند. ماهشهر نیز جمعه شب و بامداد شنبه برای دومین شب پیاپی شاهد تظاهرات جمعی از مردم این شهر در اعتراض به بیابی بود. در دومین شب از اعتراضات مردم حمیدیه به بیابی شمار بیشتری نیروهای یگان ویژه وارد این شهر شدند. همزمان در ویدیویی که به دست ایران اینترنشنال رسید معترضان گفتند که نیروهای یگان ویژه را فرستادند تا مردم را بترسانند، ولی ما عادت داریم، بار اول ما نیست، ما نمی ترسیم و اعتراضات ادامه خواهد داشت. به گفته نیلوفر غلامی، روزنامه‌نگار و فعال ساکن ترکیه، پدرش ناصر غلامی، دبیر سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه از سوی وزارت اطلاعات ایران تحت فشار است تا با دخترش قرار بگذارد. ناصر غلامی، فعال کارگری و دبیر سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه، پس از بازگشت به ایران از ترکیه تحت فشار و آزار و اذیت از سوی ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفته است. نیلوفر غلامی فرزند این زندانی سیاسی سابق روز جمعه 25 تیر در گفتگو با دویچه وله فارسی اعلام کرد که ناصر غلامی در طی 3.5 ماه گذشته بارها به صورت فراقانونی و بدون ارائه احضاریه کتبی از سوی وزارت اطلاعات احضار شده است. نیلوفر غلامی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن ترکیه و همکار مؤسسه ترویج جامعه باز یکی از دلایل اصلی احضار پدرش را فعالیت و مصاحبه خود می‌خواند.
نیلوفر غلامی میگوید که پدرش پس از مدت کوتاهی که از بازگشتش گذشته بود احضار شد و احضارها تداوم یافت. به گفته خانم غلامی، ماموران وزارت اطلاعات از طریق نفوذ به اکانت تلگرام مادرش با اطلاعات دزدی شده پدرش را تحت فشار گذاشتند. این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید به پدرش گفته شده است میدانیم دخترت کجاست و چه میکند و از جلسات سریشان با هم خبر داریم. آنها تصویری از گفتگوی نیلوفر غلامی با تلویزیون صدای آمریکا را به عنوان عکس یکی از جلسات سری نشان دادند و تهدید کردند که پدرم یا باید با آنها همکاری کند و با من ارتباط بگیرد یا برود زندان. با انتشار کلیپی از اسلحه کشی یک آخوند در مسابقه فوتبال، شبکه ورزش مصاحبه با این شخص انجام داد. زاره فومنی، رئیس ستاد ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، درباره ماجرای بازداشتش توسط نیروی انتظامی به خاطر حمل اسلحه تقلبی در جریان مسابقات فوتبال و تهدید بازیکنان توضیحاتی ارائه داد. بله آقای فومنی، دیدیم این تصاویر رو؟ بله، تصاویر خیلی قشنگی بود. خواهش میکنم. خیلی جالبه. من ازتون تشکر خواهش میکنم. بله تصاویر. اگه شکایت نمیکنید از همون یه توضیح بدید که داستان چی بود؟ نه ببینید، اول اینکه من تشکر میکنم از برادران نیرو انتظامی. درست. چون قطعا باید دم در هر کسی هر چیزی داره رو باید بگیرن وارد ورزشگاه بشن. درست. تخلف اول خود خب نیرو انتظامی بوده که باید الان نیرو انتظامی هم تخلف انجام داد. بله بفرمایید. اونها هم باید دم در. آقا ببخشید، هر کسی که میاد که نباید راه بدن. بنده اگر میام باید بگردن، شما میاد باید بگردن. درست. دومندش پس الان یه شکایت هم از نیرو انتظامی انزلی ان شاء الله انجام خواهید داد. شکایتی ندارم ازش، ولی میخوام بگم یعنی از لحاظ قانونی ببینید، بنده موقعی که در چند روز قبل تهدید به مرگ شده بودم در جاهای مختلف، چون من از سیاسیون ایران هستم. درسته. و بنده بعد از اینکه در انتخابات از آیت الله رئیسی حمایت کرده بودم و رسماً ادعی منو خب تهدید به مرگ کردن، حتی یک بار هم مشکلات زیادی رو به وجود آوردن و بماند این مسائل و اینا. خوب. و چند بارم حمله شده، شیشه‌های ماشین من شکسته شده. و از لحاظ امنیتی هیچ مشکلی از این بابت ما نداریم. درست. و این رو انشالله جواب رو قانون خودش خواهد داد. درست. و اونجایی آقای فومنی اینو مسائل امنیتی باید آقای فومنی مسائل چرا امنیتیش میکنه؟ چرا ربطی با آقای رئیسی داره؟ بنده چون تهدید به مرگ شدن آقای سرگرد احدی افسر میدان آقای فومنی اجازه بدید چه تهدید به مرگی شما؟ بنده رو تهدید به مرگ کردن، من شکایت کردم. آقای فومنی منافقین چه ربطی داره به اینجا؟ تو ربط داره دیگه. شما آقا اجازه بدید منم حرف بزنم. آقا شما حرف زدید، این اسلحه‌ای که الان دست شما، الان اجازه نمیدید من خودم بپرسم. اسلحه‌ای که دست برادران نیرو انتظامیه، شبکه من و تو وقتی با شما آقای فومنی آقا شما هیچی رعایت نمی‌کنید. اجازه بدید منم حرف بزنم. اسلحه‌ای که الان نیرو انتظامی از شما گرفته پلاستیکی بوده، اصلا اسلحه واقعی نیست. شما ثابت کنید. آقای سرگرد احدی افسر میدان الان میان پشت ختم صحبت میکنن. آقای رمضانی رئیس هیئت فوتبال، شما اسلحه قلابی برداشتید بردید استادیوم، چرا همچین کاری میکنید؟ اون اسلحه، گوش بده، اون اسلحه بادی قلابی نیست. خدا خیرت بده، چرا باید اسلحه بادی بردارید ببرید؟ اسلحه بادی تیر ساچمه‌ای داره. خیلی ممنون. من رسما آقای فومنی، مردم بهترین قاضی هستن، صحبتاتون هم شنیدن، ما هم صحبتامون رو کردیم. ان شاءالله موفق باش. خدا نگهدار. بله ببینید آقای اون سپاسگزارم. خدا نگهدار. اون اصله عذرخواهی می‌کنم.